سلام علیکم خواهر عزیز. سلام علیکم. خوب هستید؟ جامعه چجوره؟ بخیر هستید؟ جامعه چجوره؟ راستی چی گفت که اینجا امروز مردم قد جمع هستن؟ امروز استاد داوود سرخوش میه. بخیر ان شاء الله کنسرت در است صبح در شهر حمار. خب و ما در آیش هم دیم. یمو خواندنی که از راه دور آمده چنا صبور آمده خسته نباشه باده غمگینان خورند و ما زمه خوشدلتریم رو به محبوسان غمد ساقیا افیون خش ما از باده داوود و از باده موسیقی مست هستیم مست هستیم واقعا ای آشنا ای آشنا در جمع ما خوش آمدی ای مظهر لطف و صفا در بزم ما خوش آمدی ای بلبل خوشخوان بخوان در وصف غرجستان بخوان از نیل و ارزگان بخوان خوش آمدی خوش آمدی به شما وعده میکنم که اگر عمر باقی باشه اگر حوصله یاری کنه شاید موسیقی این بار میارم اصلا چیز دیگه خواهد بود دوستان هستن عزیزان هستن که هست دیشب ما دیدیم که از کلارادوی آمریکا اینجا آمدن الا ای دنبوره ای یار غارم منظورش غار بغل کویم الا ای دنبوره ای یار غارم الا ای راوی رنج تبارم بنال بنال از راز که در سینه داری کسی این نمره کم داده باشه هستی؟ دلتان از این نمره که میتین ولی اگر ترور بکن نمره برید بیتین دخل از ده کم نباشد آسم رومشگری عزیز سلامی ما که اینجاییم و ما که نمیدانیم وقتی شما رو میبینیم از خوشی است یا از دلهوری یا سر شوق بسیار زونمون رو ایدم در زمین هیلی کم دستباید رو بسیار میشه برقال رو میدارم که سلام های گرم ماره بپذیرین خیلی خوش آمدین و به این شکوه و زیبایی باید نازک به درود فرستاد قربانتان حرف زیاد رو بکره همه ما به نمایندگی شما اجازه بدین یک سلام و درودی از این راه دور به اون گیرمانده های وطن ما بانوان، جوان ها، مردم، خانواده ها خدمت شما وطنم ستاپ هزار جنوساید ستاپ هزار جنوساید درود و سلام و وقت بخیر میگم خدمت یکایک شما بیننده های عزیز امیدوار هستم که در هر جای دنیا هستید در کانون گرم خانوادگی خود باشید عزیزای دل میتر قدم که وش منید هوا وضعیت هوای نروژ در این روزا این دهی حال است امید که شما وش منید کاملا یک رقم هوای است که 20-24 درجه منفی به شدت برف مباره ولی بعضی وقتا کسته اینجی که برف مباره هوا کسته یکمه کم میشه حرارت یخیش تقریبا 4 درجه 5 درجه منفی است ولی امروز کسته با می هوای سردیم که 20-25 درجه است و برف می رقم می باره و یالی کسته بیننده عزیز مرتر می رقم روشن کدوم در منه گراج است که گرم باید رهی استم در کنسرت داوود جان سرخوش که از اینش تازو منه را تقریبا یک ساعت را مسته در مو ولی با می هوا کسته مو موریم کنسرت داوود جان سرخوش را گوش مونیم و از آهنگ هایش کسته لذت مبریم بیننده عزیز آهنگ های داوود جان سرخوش و غزل هایش و اشعار هایش است که آدم گوش مونه در مابین از این آهنگ ها و در مابین از این شعر ها کسته چیزهای نهفته است که برای رنج مردم افغانستان بعض وقتا کسته بیان مونه و در خیلی آهنگ هایش هم است و از این خاطر که مردم ما خیلی رنج دیده در افغانستان هر مردم و هر قومی که از این آهنگ ها گوش مونه و میبینه و از بعضی آهنگ هایی که بسیار
لذت بخش است، مردم ها لذت میبره، ولی بعضی اشعارایش هست که مردم ها را میبره در افغانستان، میبره به او سرنوشت های غمناکی که در افغانستان بالای قوم های مردم که گذشته و بالای قوم ها که گذشته، اونا را یک دفعه دیگر بازم درد دل چلا تازه منه و این آوارگی ما را بازم بعضی وقتا کسته باعث از این میشه که میریم سن طرف یاد وطن. بیننده عزیز، میریم و دوستارم امروز کسته قوم ها را و نظر دوستارم پرسان کنم و گوش کنم و این بلدیز ما بسیار خوب است که ما در این کنسرت خیلی آدم هایی روش کنم که از سیاست مدارا و از دکترا و از آدم هایی که تحصیل کرده است و نظر مردم عام و عادی را در این کنسرت اش پرسان منم و قد شما بیننده عزیز کسته شریک منم. دیگه دعا کنید که ما با خیر و خیرات بریم در این کنسرت، با وجود از اینکه هوای رقم خراب است، ولی میریم در این کنسرت و شما را در این کنسرت هم ما میبرم امرای خود. امیدوار استم که شما این ویدیو را توخ کنید و از این اینترویو یا از این مصاحبه هایی که ما از این مردم میگیرم شما لذت ببرید بیننده عزیز حتما. و ما امروز کسته نظرهای متنفسین قوما را در این کنسرت کسته 100% قدر شما شریک میسازم. امیدوار استم که بازم این ویدیو را تا آخر را بیننده باشید. عزیزای دل، بریم در کنسرت تو جان سرخوش در هامر ناروی. همچنان در میدان اوایی اسلو هستم بیننده عزیز. یکی از عزیزای اینجا یک آدم است که بسیار دنبوره قشنگ میزنه، دویمن یکی از آدم هایی است که از داود جان سرخوش آهنگایش را و همو شعرهایش را هم بعضی هایش کسی یاد داره. سلام علیکم کاکای. سلام سلام، خوب هستین؟ بخیرین شما؟ تشکر، زنده باشین. جور هستن؟ زنده باشین. شما خوبین؟ الحمدلله. این روز در نظر ما همی هنرمند محبوبی از شما را کسته اینجا قچی گپ زدی در خیال ما. آره، ما آمادیم اینجا، اما متاسفانه که کمی دیر رسیدم. آره، اگر ما تصمیم داشتیم یک آهنگ استاد را زمزمه کنم. آره، اما متاسفانه کم دیر رسیدم، باز وقت کم بوده گناه، فقط هم قدر شد یک جور پرسانی کردیم باز اونا رفتن. آره دیگه نالی ما مندم در میدان هوایی. آره بیننده عزیز، از اینکه میگه دیر ما دیر رسیدیم یک رقم است، در این زمان در نوروی هوا بسیار سرد است، راه هم کسته راه های بسیار صعب العبور است، راه ها را اکثرا چی برف زده، او تقم نیست که آدم امو سرعت خیابان یا رود باشد در او کسته آدم باید و در سر منزل خود برسنده، این میش کسته یک کمک مشکل است. راستی شما میخواستید یک آهنگ های یا یکی از غزل های آقای سرخوش زمزمه کنید، امور مشه لطفا یک آهنگ های زمزمه کنید؟ آره، خواندن استاد سرخوش خو زیاد است، زیادتر خواندن هایش ما بعض وقتا میخوانم. دیگه مو خواندنی که از راه دور آمده چه ناسبور آمده، خسته نباشه مانده نباشه، مشک خودتن بر تنت، بوی وطن بر تنت، خسته نباشه مانده نباشه مانده نباشه. امیر میخواستم بخوانم، البته با یک کمی کارج بالاتر خوبتر،
خب حالا یک زمزمه کوتاه بود دیگه. آره آره این رقم است، این خو اگه میخواند خوب بود اتفاقا یک رقم است در میدان هوایی ها کدم میا یک دفعه شلوغ پلوغ است، مردم هم از مهمان کدم پذیرای نو هم زله است از همه خاطر. آره بخواد بازم شما کس در رسیدین واقعا آهنگ های داوجان سرخوش از آهنگ های انقلابیش گرفته آهنگ های شاچی تمام آهنگ هایش کس از خود یک معنی های خاصی داره. بله بهترین آهنگ داوجان سرخوش در نظر شما کدام باشه؟ در نظر تو بهترین آهنگ داو سرخوش به نظر از ما که خیلی هم خوب عالی اجرا شده اما سرزمین من است. باوره نه تنها مردم افغانستان بلکه مردم ایران و تاجکستان اینا همه گیر دوست داره. آهنگ سرزمین من. بله. تشکر جهان سپاس شما. خواهش موفق باشید. امیدوارم هستم که برین دوباره قد آقای داوجان سرخوش. بله بله. در سالون بخیر بریم. کنسرت فردا بریم بخیر بلیت کردیم. موفق باشین. زنده باشین. در سالونی که کنسرت داوجان است در هامر هستم و یکی از عزیزان هست که فکر کنم شاید خیلی از رای دورم ده باشد میخوایم قد خود چکب بزنم که خود چی بگه که از کجا ده. آقای جوادی صاحب سلام علیکم. سلام آقای باقری عزیز، حال اول خوبه؟ بخیر سلامت خدمت از شما و بینندگان عزیزم سلام عرض میکنم. امیدوارم که همگی شما حال شما خوب و سلامت باشید. تشکر و جهان سپاس. بیننده عزیز، آقای جوادی کسته یک از رفقایی هست که رفقای جانجانی بگم، شاید به اون زمانی که ما مسافرت میکردیم طرف کشورهای اروپایی همادیم، آقای جوادی خدز ما یک جای بود در دمیرا، بسیار خاطرهای خوش از دمیرا داریم. درست است که رای اروپا بسیار مشکل است، صعب العبور است، جاهای سخت داره و جاهای است که در مشکلی آدم در راه ها میه و تا اینجا را رسیدیم. خلاصه از این میگذاریم بریم از کنسرت داوجان سرخوش کم میزنیم که از آقای جوادی پرسانم که آقای جوادی شما از کجا هم دیدرایش دوره نزدیک در نظر تو؟ والله اگر بگم دوره دورم است، اگر وقتی که کنسرت داوود سرخوش شنیدیم است و دیگه رای دور معنی نداره. آره باید آدم به هر حال خود خوب برسانه. بیننده عزیز، داوود سرخوش استوره موسیقی که همیشه در آسمان موسیقی می درخشه، در آسمان موسیقی افغانستان در هر جایی که کنسرت باشد مردم ها کسته دغم از این است که دوره نزدیک است خود را می رسنه در کنسرت چه و لذت می بره. اما ترسته نیست آقای جوادی؟ بله بله، ما تقریبا از ما شهر ترونهایم هم دیم تا اینجا حدودا 400-450 کیلومتر فاصله داریم. اره نگه دمی هوای سرد خیلی فامیلار ما میشناسیم از ترونهایم که تقریبا در 11 فامیل با فامیلای خو دی روز هم ده و ایم روز هم ده. اره نگه قرار است در کنسرت شرکت کنه و با هم لذت ببریم انشاءالله. اره اتفاقا ما میخواستم که از آقای جوادی پرسان کنیم که رایشم چطوره، به خاطر از اینکه نروژ در این روزا کسته هوا بسیار سرد است دیگه، از ترنهایم در این منره بسیار هوای سرد و راهایش کستم بسیار راهای تر زیاد تعریفی نیست، از اون خاطر میخواستم از آقای جوادی پرسان کنم که اتفاقا خود از این کسته قصه کرده. تشکر و جهان سپاس آقای جوادی شما. زنده باشه. تشکر از شما، شب خوب داشته باشید. همچنان شما هم شب خوش داشته باشین. امیدوار هستم که همگی در کنار هم امشب کسته یک شب خوب، یک شبی با صفا داشته باشیم همراه داوجان سرخوش. آره بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. ای آشنا ای آشنا در جمع ما خوش آمدی، ای مظهر لطف و صفا در بزم ما خوش آمدی، ای بلبل خوشخوان بخوان در وصف غرجستان بخوان، از نیل و ارزگان بخوان، خوش آمدی خوش آمدی. با درود و عرض احترام خدمت هزار فرهنگ دوست، آگاه، فهمیده و بدرایت، سلامی به تعدد قطرات باران، ریگ بیابان، نور ستارگان، مهر مادران، نثار تک تک شما عزیزان. من از جانب خود و همه اعضای مرکز فرهنگی تبسم تشریف آوری شما آدب خرد، معلم توانای هنر و فرهنگ سرزمین ما و یگانه یادگار و راهرو استاد شهید سرور سرخوش آقای داوود سرخوش را همراه با همکاران محترم هنریشان در کشور و خانه دوم ما یعنی کشور زیبای نروژ و خصوص شهر هامار خوش آمدید میگویم. مرکز فرهنگ تبسم افتخار دارد که میزبان تشریف آوری شما خوبان بوده است.
و از بزرگان و عزیزانی که در مراسم پذیرایی شما استاد گرامی و همکاران محترم تان سهم داشته اند نیز سپاس گذاریم. با تشکر وقت شما را زیاد نمی کنم. دوستان هستن، عزیزان هستن که از دیشب ما دیدیم که از کلرادوی آمریکا اینجا آمدن، از سویدن آمدن و از آلمان آمدن و همچنان شماهایی که از اقصا نقاط کشور عزیز نروژ در این هوای سرد قدم رنجا کردین، زحمت کشیدین، آمدین تا در این شام، در این عصر بسیار زیبا لحظات را در کنار همدیگه باشیم و با ترنم موسیقی و صدای روح‌افزای داوود سرخوش خاطرات ماندگار را در کنار همدیگه داشته باشیم. هوا ناجوان مردانه سرد است، یعنی گفته نمیشه که الان مینوس چند است، ولی بسیار سرد است. من مطمئن استم که همی سردی هوا را، سردی طاقت فرسای هوا را ما و شما امشب میتونیم با گرمی حضور همدیگه در کنار همدیگه لحظات خوش را بگذرانیم. من از طرف انجمن فرهنگی تبسم شما را یک بار دیگه خوش آمد میگم و تشکر از اینکه آمدین تا این خاطرات قشنگ در کنار هم رقم خورده شود. و همچنان از طرف شما، اگر چند کسی ما را مستقیم نماینده خود تعیین نکرده، من با چشم سفیدی میخوایم که نماینده شما شوم. از طرف شما، از انجمن فرهنگی تبسم که هر از گاهی بسیار کارهای خوب فرهنگی را انجام میدن تشکر و سپاسگزاری کنم. و از تمام اعضای این انجمن و همچنان از هیئت مدیره این انجمن سپاسگزاری کنم که هر از گاهی باعث و بانی همچین جلسات، همچین کنسرت های فعالیت های فرهنگی بشه تا ما و شما بتانیم غم روزگار را، لحظات هم که شده، فراموش بکنیم، از دغدغه روزگار و رینینگ و نمیدارم چی و چی فارغ شیم و بیایم از موسیقی لذت ببریم. شرایط افغانستان متاسفانه خراب است، هیچ تعریف ندارم. یک گروهی که اصلا نمیشه اونا رو به هیچ قالب تعریف کرد، متاسفانه چند سال هست، تقریبا 3 سال میشه که بر سرنوشت مردم ما و شما حاکم شدن و هر نوع ظلم و جور و جفایی که در تصور آدم بگنجه اینا بر علیه مردم ما و شما انجام میده و این رقم تحقیری که مردم افغانستان در طول چند سال شده در هیچ زمانی در تاریخ شاید هیچ بشری، هیچ گروه اجتماعی نشده باشه. اینا اقوام افغانستان را از حقوقشان، از حقوق شهروندی و سیاسیشان محروم کردن. و از همه مهمتر زنان افغانستان که یک بخش بسیار مهم و کلانی از جامعه افغانستان است، اونا را از اساسی ترین حق انسانی و بشریشان محروم کردن. اصلا در تصور انسانی نمی گنجه. یعنی امروز ما اگر در سطح جهانی نگاه بکنیم، بیش از 50 کشور در جهان وجود داره که اکثریت نفوسشان مسلمان هست و اسلامی هستند و در هیچ جای از کشورها با این حجم از تهجر، ظلم و استبداد بر علیه زنان افغانستان توسط طالبان میشه در جای دیگه صورت نمیگیرد. بنابراین تحمل این شرایط بر ما و شما، بر همه ما و شما سخت است و روزگار ما و شما را هر از گاهی غمگین می‌سازد. بنابراین دوستایی که ممکن از طریق از این رسانه‌ها ببینند و معمولا نوشته میکنن خب افغانستان در چی وضعیت است، شما دارین کنسرت میگیرین، خوش میگذرانین و فلان میکنین، اما دوستان عزیز بیاین یک مسئله را این بگویم برای کسانی که مثلا درک نمیکنن، و این است که خود موسیقی، خود شنیدن موسیقی، خود شاد بودن در همچین وضعیتی یک شیوه، یک ابزار برای مبارزه با علمی تهجری است که در افغانستان حاکم است. ما و شما باید به خاطر مبارزه هم که شده شاد باشیم و بر زندگی سلام بپرسیم. شایی کسانی که این ظلم و استبداد و تهجر را بر مردم ما اعمال میکنن بفهمن که ما تسلیم شدنی نیستیم. درست ما زور فیزیکی نداریم ولی زور فرهنگی داریم و ما تسلیم شدنی نیستیم. یک مسئله دیگه ای که هست این است که خب هزاره ها به صورت مشخص، یعنی مردم افغانستان مجموعاً همه ایشان از این ظلم و استبداد بی‌نصیب نماندن، اما متاسفانه هزاره ها به خاطر
ویژگی های قومی به خاطر که یک گروه قومی خاص هستند و اعتقادات مذهبی متفاوتی دارند، قومیت متفاوتی دارند، ما در طول این چند سال هست که شاهد حملات تروریستی نسل کشانه بر علیه این مردم صرف به خاطر قومیتشان، صرف به خاطر وابستگی های اعتقادی و باوریشان هستیم که عمق وحشت و بربریت و وحشت این گروه های را که این کارا را انجام بدن، همین آخریش در برچی بود که باعث کشته شدن چند نفر از هموطنان ما و شما شد. Stop Hazara Genocide! Stop! Stop Hazara Genocide! Stop! Stop Hazara Genocide! Stop! Stop Hazara Genocide! Stop! در این سرما دلتان گرم باشد. تشکر از همه دوستان عزیزی که تا جایی که من اطلاع دارم از نقاط مختلف نروژ و حتی خارج از نروژ دوستانی تشریف آوردن. تشریف آوریتان را خیر مقدم میگوییم و بسیار خوشحال هستیم که در این سالن برای بار دوم در خدمت شما عزیزان و در خدمت داوود سرخوش عزیز هنرمند مردمی قرار داریم. دوستانی از تورنهایم تشریف آوردن راه دور، دوستانی از استاوانگر تشریف آوردن راه دور، دوستانی از اسلو و اطراف اسلو تشریف آوردن. مقدم همیتان گلباران، هرچند که سرما هست و برف هست، ما آرزو میکنیم که مقدمتان گلباران باشه، زندگیتان پر از شادی و خوشی و لبخند باشه. فرهنگی من را دوباره و دوباره و دوباره در این سرزمین تثبیت بکنیم. داوود سرخوش در چنین شرایطی صدای ما شد، صدای صدایی پس از قرنها سکوت. درد ما، درد تاریخی ما از حلقوم داوود بیرون آمد و همه افغانستان را در بر گرفت و از مرزهای افغانستان بیرون رفت. بنابراین من فکر میکنم از چنین هنرمندی، از چنین شخصیتی که شخصیتش، کنش و کردارش و کارنامه زندگیش و کارنامه هنریش فراتر از یک هنرمند، یک نکته آخری هم ای که عشق داوود چیکار میکنه؟ انسانی را از جرمنی، از آلمان میکشانه و امشب در جمع ما حضور داره یک عزیزی که بسیار از راه دور آمده و این صرف با داوود ممکن است، صرف با عشق داوود ممکن است. یک بار دیگر همه دانه خوش آمد میگم. تشکر. از داوود سخن به میان آمد. خب همه ما شما میداریم داوود چقدر خوب است، چی کارهایی کرده. اما یک چیز نباید فراموش بکنیم که داوود در این مسیر تنها نبوده. داوود یک رفیق داشته، یک یار داشته که در تمام خم و پیچ این تاریخ پر از درد و رنج ما همراهیش کرده و او چی بوده؟ دنبوره. من میخواییم که همه شما علاقمند دنبوره است و این آله موسیقی بسیار ضعیف و نحیف، این تارهایش در واقع تار صوتی جمعی ما بوده که از گلوی دنبوره در طول تاریخ فریاد زده شده. من میخواییم در حسن دنبوره برای شما یک چند تا شعر بخوانم. الا ای دنبوره ای یار غارم، منظورش غار بغل کویم. الا ای دنبوره ای یار غارم، الا ای راوی رنج تبارم، بنال بنال از رازی که در سینه داری، بنال از رازی که در سینه داری، بنال از رنج مردم دیارم. بگو بگو و سرگذشتی آقا بیگم، بگو از ظلم رحمان ها به مردم عبدالرحمن، بگو از اوج پرواز شرین ها میان دره های
سبز گندم. الا ای دم بره، الا ای دم بره، دم ده دم تو، ما قربان صدای زیر و بم تو. الا ای دم بره، ای یار آزره، بیا قومای مره جمع کو بسم تو. ما قرار گفتن کنم که داود چقدر دوست دارین، همه شما میگین که از ته دل. یک گفتن است، یک باید یک چیز را آدم در عمل ثابت بکنه که ما وقتی میگیم کسی را دوست داریم، به خصوص یک خواننده را ثابت بکنیم که واقعا آهنگایش را میشنویم. و کسی که آهنگ داود سرخوش را میشنوه حتما یا آهنگا را حفظ میکنه، وقتی که خانه جارو میکنه یا متروانی میکنه همراه از اون میخونه و در ذهنش کم کم میشینه. من میخوام از شما یک امتحان بگیرم، ببینم که واقعا چقدر داود سرخوش خوش دارید. حاضرید؟ همه با هم میخوانیم تا اینکه داود هم در واقع از این شور و از هیجان شما بر حال انگیزه بگیره و بیا سر استیج دیگه. مرا یعنی شما را شر من، نه اینکه مرا شر شما، خلاص میکنم دیگه. بله، چون در افغانستان متاسفانه این گروه حاکمی که آمده همه چیز غمگین شده. شبهایش تیره و تار، روزش سرد و تیره و تار، کوچه هایش بدون موسیقی، ترانه نیست. و از زمین جی میگه که داوود سرخوش میخوانه، میگه شبهای بی ترانه نمانه نمانه، شبهای بی ترانه نمانه نمانه، بلند بلند یادم آزار بسوزه بسوزه، آدم بره و میهن بخانه بخانه، دلهای بی تحمل شکسته شکسته، پیوند شاخه و گل شکسته شکسته، دنیای بی مروت چی کرده چی کرده، که ذره ذره کابل شکسته شکسته. و حال از داود سرخوش جواد سلام ما که اینجاییم و مایی که نمیدانیم وقتی شما رو میبینیم از خوشیست یا از دلهوری یا سر شوق بسیار زونمون رو ایدم در زمین هیم کم دستپایدم سست میشه. برقال رو میدارم که سلام های گرم ماره بپذیرین، خیلی خوش آمدین و به این شکوه و زیبایی باید نازید به درود فرستاد قربانتان. حرف زیاد رو بسره از دوستان فرهنگی انجمن فرهنگی تبسم، همه دستان در قرآن برنامه و همچنین یارانی که ما را از راه دور و نزدیک همراهی کردن، هنرمندان عزیزی که امشب افتخار همراهیشان با خود دارم، صمیمانه سپاسگزارم. و از شما یک بار دیگه باید صمیمانه تشکری بکنم که وقت دارم وقت دارم در این زمستان سرد و کرخ اعتماد کردید به ما بخشید، گرچه کنسرت شماست، تهمتش را مدام به عنوان کنسرت ما میبریم، این سه ساعت خدمت شما باشیم و میزبان شما باشیم. با امیدوارم همه دوستانی که کسی بیرون نمانده باشد این سرما و حضور یک شما، فقط یک شما کافی است که حضور یک دنیا برای من باشد. ماشاءالله این رقم که میبین آدم پشت به کوه است و از همین خاطر هم که هیچ میدان پای و سخنی هم کنیم که از موسیقی یا از یک ترانه یا از یک گروه هنرمند شاید توقعات و انتظارات چیزهای عجیب غریب باشن، اما بسیار ساده هست. ما از توایف فرقه های مختلف بارهای گوناگونی خواهیم داشت،
دیدگاه مناسب به زندگی دیدگاه متفاوت است. اما یک چیز هست که ما را منظم نگه می‌داره، او قرار بر یک نظم است و اینکه ما هارمونی را دوست داریم. زندگی غیر از هارمونی چیز دیگه نیست. ای کاش اتفاق هر چیز زودتر در زندگی آینده مردم ما و در زندگی هر که از این و همه هنگی رنگ میبره اتفاق زودتر برشون بفته. و همه ما به نمایندگی شما اجازه بدین یک سلامی و درودی از این راه دور به اون گیرمانده های وطن ما، بانوان، جوان ها، مردم، خانواده ها. زندگی با شما باید پیدا شود، چون همه شما به عنوان جامعه بزرگی یک منبع لایزال برای بودن، برای زندگی کردن، برای اندیشیدن، برای اندوه، برای خوشی، همه چیز در اینجا پیدا میشه. و از جانب خودم هیچ کمترین ادعای این نیست که آره حتما کاری که میکنم کار بسیار عجیب و غریب است، خوب است. فقط همین قدر میمانه که شما تشکر کنم اگر هم به اندازه مثقال از منی مورد پسند شما قرار گرفته باشد و خسته نشده باشین از شنیدنش، از زمان نشر بیتره، از دوالومی که جدیدن نشر کردم و امشب مخصوصا خسته نشده باشین. نمیدونستم اینقدر اشتهای برون زدن محاسبه من این نبود، ولی به شما وعده میکنم که اگر عمر باقی باشه، اگر حوصله یاری کنن، شاید موسیقی این بار میارم اصلا چیز دیگه خواهد بود. ولی امشب امو برنامه را پی میگیرم به نام تور شروع شده بود، توری 2023-2024. اصولا خود تور حدود دو هفته قبل باید به پایان میرسد، اما از انجمن فرهنگی تبسم رفقای همکارشان و محسن پویای گرامی که از رفقان و دوستان هست و یکی نمیفهم یک تأثیر داره کلامشم تا آرام آرام خلاصه مار گرفت دادام انداخت خیلی بگم میزنه وگرنه حقیقتش دیگه سفر تمام شده بود، ولی چی بهتر که این شب تمامش کنم و از شهر شما سفر آینده موسیقی خود، سفر آینده کاری خود پی بگیرم و باز اگر مجال باشه یکی دو سال دیگه باز هم شما رو جور سلامت اینجا ببینیم. امشب آخرین برنامه تورم است تا نمیدونم پایان 2024 کی دوباره آغاز خواهم کرد. حتما بعد از این خواهد بود از اون موسیقی که حرف میزنم اونا رو با میدان آورده باشم، دوباره پا با میدان خواهم گذاشت. شما سلامت باشین و محافظه‌کار نیستم، اما خیلی پرشور و بی احتیاط نیستم داشته خواهیم، ولی یک چیز به دلیم میمانه، گیم میمانه اگر امشب نگیم. در تمام برنامه هایی که داشتم جمع برنامه خوب امشب شما باید صمیمانه تشکر کنم از این بابت که خاطره که در کودکی های خود دیده بودم، هنوز نوجوانه که 13 ساله اینا بودم شروع کردم، مطمئن بودم که یک روزی ما به اینجا میرسیم. امشب حضور بانوان ما، حضور جوانان ما، حضور مردان ما در سالن رقص دیم با آهنگ ها و تشویق کردیم به اون چیزی که باید میشونیدیم، شنیدیم مرد مردانه نه به اون تعبیری مقدس سنتی معمول، مرد مردانش همی که بودین اینجا، چون خانمان و بانوان و فقط آدم بی انصاف میتونه دست کم بگیره و یک فکر بی انصاف منحط میتونه دست کم بگیره. ببخشید برای شما برای گفتن چنین حرفی 1001 دلیل و 39 سال تجربه استیج دارم که بدهی بگم. امشب بحثش نیست، حضور جوانان ما، حضور بانوان ما امشب استخوانم به زمین رسید. دمتان گرم.
امیدوارم برنامه آینده تان این قدر تشنکام نروین و ما هم تشنکام نمانیم، ولی احتیاط از این بابت لازم است که تعداد فراوانی از ما درگیرند، متاسفانه رنج میبرند، حسرت یک نفس مطمئن راحت و آزاد را اونا دارن که میسر نمیشن، و امیدوارم که اونا همین که ما شما را از راه دور به جان خود، به دل خود، به ایمان خود، به وجدان خود نزدیک میدانیم، باور کنیم چنین است. ولی خب از یک جای باید آغاز کرد، از یک جای باید شروع کرد، و هر روز آغاز، هر ساعت آغاز جدید است. ممنون که بودید. آهنگ لیلا سکوت دور و برات رو نگاه کن، به بانوانی که اینجا اینجا با بانوان ما که دور است تقدیم میکنم. گرچه از ساخت این کار چند سال میگذرم، اما برای من همیشه یه آهنگ که میخونم تازه، هم به دلیل شعر خوبی که داره، هم به دلیل شروع از یک شروع آهنگ دیگه معروف به نام ملا محمد جان، که یک از آهنگای بسیار فاخر فولکلور ماست، از چند نوت آغازنیش آهنگ درست شد و در یک منطقه یک سیر و سلوک دیگه یافت، و اینجا ننوازم رو کجا بنوازم. بیننده عزیز، دمی کنسرت هستیم، تازه در سالون اومدیم، نیمه اولی کنسرت خلاص شده که مثل فوتبال علی بگم نیمه اول و نیمه دوم داره، برای فعلا کسه مردم تفریح گرفته و در خدمت آقای امینی هستم که یک از متنفذین برادرای از ماست، بسیار یک آدم خوب، یک آدم با اخلاق، و می خواهیم از این پرسان کنم که کنسرت چطور گذاشت اگر نیمه اول چه؟ تشکر آقای باخری عزیز، واقعا خیلی خوش گذاشت، جای دوستا خالی، واقعا خیلی خیلی خوش گذاشت، واقعا بسیار زیاد، جای دوستا خالی، واقعا چی بگیم دیگه، داود سنگ تمام گذاشت، واقعا دمش گرم، خیلی عالی بود. تشکر از شما، تشکر از چنل یوتیوب شما، بسیار زیاد تشکر. بیننده عزیز، واقعا هر وقت که استاد داود جان سرخوش که در هر جای کنسرت میگیره، قوما و دوستا که من بسیار شی خوب استقبال منه، ولی موتر کم بهش ما از مردم که نظر شدم اینجا پرسان کردم، هر کس که هزار کس پرسان کردم بسیار راضی است. موتر نیست آقای امینی صاحب، واقعا ما امروز دیروز اگر خبرشون بسیار نوخت صبح وقت هم سر کار افتم، چی رقم خود خود واقعا خود اینجا رساندم خاص به خاطر کنسرت داود جان سرخوش، واقعا خیلی خوش گذشت، جای دوستا همه خالی، با تشکر از شما، تشکر از شما. سلامت باشی. ممنون از اینکه نظر خود از شریکی، تشکر، خوش باشید. ممنون. در خدمت دکتر علیزاده صاحب اینجا هستیم، در کنسرت، در کنسرتی که داود جان سرخوش اینجا دعوت شده. واسه آقای دکتر ما میپرسیم که بخش اول کنسرت گذشتک، در نظر شما آقای دکتر چی رقم بود کنسرت بخش اولی که کنسرت آقای داود سرخوش گذشته، فعلا کس تک وقفه گرفته، به نظر شما چی رقم گذشت؟ سلام عرض ادب خدمت تمام بیننده های کانالتان که صحبت های منو میشنوند. داود عشق است، داود نام داود کافیست، هنر داود کافیست برای زنده ماندن و برای الگو گرفتن از داود، چون داود شده اسطوره موسیقی و صدای مظلومیت مردم ما، و داود شخصیتش، هنرش و اخلاقش، کاراکترش، کل چیزش بالاتر از یک هنرمند است. صد در صد. دیگه ما کستیم مست عشق هستیم، مست عشق موسیقی داود و صدای داود هستیم، اشعار داود، اشعاری که خوانده،
برای مخاطر شعر مولانا را در ختم صحبت خود چون مکمی گلندر دستم نمیتونم بلند صحبت کنم. تشکر از اینکه وقتی برای ما دادی بازم. شوام با خود داود جان سرخوش بودیم و دیگر دوستا در هامار که واقعا تشکر از آقای پویا، آقای علیزاده عزیز، زحمات، مهمان نوازی ها و همه چیز، و ما هم خواندیم و هم گوش کردیم و هم اشتراک کردیم. در حد گلندردی دیگه، ولی که اتفاقا در وقتا سرما زیاده شده. نه دیگه این سرمای کنسرت هم یک همک سرش اضافه شد دیگه. من ختم میکنم گفته های خدا با من یک شعری از مولانای بزرگ که میگه باده غم گینان خورند و ما زمه خوشدلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقی یا افیون خش. ما از باده داوود و از باده موسیقی مست هستیم. مست هستیم واقعا. آقای دکتر علیزاده جهان سپاس، تشکر که نظر بسیار میترنگ و گبای بسیار آموزنده گفتین. جهان سپاس از شما. من از گلندردی خود معذرت میخواهیم اگر زیاد صحبت میکردم. خواهش میکنم. موفق باشید انشالله که شفا باشه. قربان شما. خواهش میکنم.